سرعت فکر چقدر است؟ ما همیشه درباره سرعت اشیاء مختلف سوال میکنیم. با دقتی زیاد دانشمندان سرعت‌های گوناگونی را اندازه‌گیری کردند. سرعت نور، سرعت صوت، سرعت گردش زمین و دور خورشید، سرعت بال زدن مرغ مگزخوار، سرعت میانگین برای جابجایی قاره‌ها و خیلی سرعت‌های دیگه. همه این مقادیر به خوبی مشخص شدند. ولی آیا درباره سرعت حرکت فکر هم به همین گونه است؟ همراهان تکسان تیوی سلام. موضوع ویدیوی امروزمون سرعت فکر هستش. اگه دوست دارین راجبش بدونین این ویدیو رو از دست ندید. ولی لطفاً قبلش کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم روشن کنید تا از آپلود ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. سرعت تفکر چقدر است؟ جالب توجه کنیم که یک فکر معین میتونه در کمتر از 150 میلی ثانیه ایجاد شه و عملی بشه. قهرمان دوی سرعت رو توی آغاز در نظر بگیرید. پذیرش و احساس شلیک تپانچه، تصمیم برای آغاز به دویدن، صدور فرمانهای حرکت و ایجاد نیروی ماهیچه‌ای برای آغاز به دویدن، همگی شبکه‌ای رو به کار میگیرن که قبل از رسیدن به ماهیچه پا در گوش داخلی آغاز میشه و از طریق ساختارهای فراوانی از سیستم عصبی حرکت میکنه. همه اینها میتونن در وقتی رخ بدن که به اندازه نیمی از زمان یک چشمک زدن باشه. هرچند که زمان آغاز به حرکت یک قهرمان دوی سرعت واقعا کوتاهه، ولی عوامل زیادی میتونن بر روی اون تأثیر گذار باشن. یکی از این عوامل بلندی صداییه که حرکت رو اعلام میکنه. اگرچه با بلندتر شدن صدای آغاز به حرکت زمان واکنش کم میشه، ولی نقطه بحرانی در رنج 120 تا 124 دسیبل پدیدار میشه و اون حالتیه که کاهش بیشتر تقریبا 18 میلی ثانیه میتونه رخ بده. این به این معنیه و به این علته که به نظر میرسه این بلندی صدا میتونه واکنشی ایجاد کنه که تکان دهنده و شدید باشه و واکنش از پیش برنامه ریزی شده قهرمان دوی سرعت رو به کار بندازه. زمان تصمیم برای اقدام کردن. پژوهشگران تصور میکنن که این واکنش ایجاد شده از طریق فعالسازی مراکز عصبی در ساقه مغز پدید میاد. این واکنش های تکان دهنده و شدید ممکنه سریع تر باشن چون سیستم عصبی نسبتاً کوتاه‌تر و با پیچیدگی کمتری رو به کار میگیرن. سیستمی که لزوماً نیازمند اون نیست که سیگنال همه مسیر ساختارهای پیچیده تر مربوط به قشای مغزی رو طی کنه. حالا سوالی که اینجا وجود داره اینه که آیا این پاسخ‌های ایجاد شده همان افکار هستن یا نه؟ چون میشه پرسید که آیا تصمیم درستی برای اقدام کردن گرفته شده یا نه؟ ولی تفاوت‌های زمان واکنش مربوط به این عکس‌العمل‌ها اثر عوامل عصبی مربوطه را از قبیل فاصله و پیچیده بودن به تصویر می‌کشه. رفلکس های غیر ارادی سیستم های الکتریکی کوتاه‌تر و ساده تری رو دخیل میکنه و بدین سو گرایش به اون داره که نسبت به واکنش های اختیاری زمان کمتری رو صرف کنه. برداشت هایی که از افکار و اقدامات ما وجود دارند. با در نظر گرفتن اینکه افکار و اقدامات ما با چه سرعتی رخ میدن، همزمانی تقریبی اونها ما رو کمتر شگفت زده خواهد کرد. ولی درست نمیتونیم داوری کنیم که اقدامات ما دقیقاً چه زمانی رخ میدن. هرچند که ما از افکار و حرکات ناشی از اون آگاه هستیم، ولی ارتباط جالبی وجود داره بین زمانی که میاندیشیم یه حرکت رو آغاز کردیم و هنگامی که اون حرکت واقعاً آغاز میشه. جای شگفتیه که بهتون بگیم افراد معمولاً آغاز حرکت خودشون رو 75 تا 100 میلی ثانیه پیش از زمان رخ دادن واقعی اون تصور میکنن. این تفاوت نمیتونه به علت زمان مربوط به حرکت فرامین از مغز تا ماهیچه ها باشه. معلوم نیست که این درک نادرست چرا حس میشه. این نتیجه و بقیه یافته ها پرسش های مهمی رو درباره برنامه ریزی و کنترل اقدامات ما ارائه میده. در مجموع که هرچند ممکنه تعیین سرعت فکر هرگز ممکن نباشه، ولی آنالیز کردن زمان لازم برای برنامه ریزی و تکمیل اقدامات بینش مهمی رو به دست میده از این بابت که سیستم عصبی تا چه میزان در تکمیل این فرایندها کارایی داره. حالا شما به ما بگین عوامل عصبی دخیل در فکر کردن کدام ها هستن؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو برامون کامنت کنین و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. ممنون که با ما همراه بودین.